فیلم نفسگیر محصول سال 1357 راجب قاچاقچی سابقه داری به نام صادق سرداریه که رضا بیک ایمانوردی نقشش رو بازی میکنه. صادق با همسرش پروانه با بازی زرینه زندگی میکنه. اون در حین فرار و درگیری با دیگر قاچاقچیان همسرش رو از دست میده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. تو بی خودی ناراحتی، گفتم که راضیش کردم اسم بچه‌شو نیاره، به من قول داده. میدونی اگه بهزاد بفهمه پدر مادر واقعیش ما نیستیم و دروغ بهش گفتیم و این قاچاقچی پدرشه، چه ضربه ای به روحش وارد میشه؟ وقتی صادق حرفی نزنه اون از کجا میفهمه؟ اصلا چرا آوردیش خونه؟ اون قاچاقچیه. آره قاچاقچیه، اما بالاخره بشر که هست، قلب و احساس که داره. من نمیتونم اصلا نظرم حتی برای چند لحظه بچه‌شو نبینه. خدا رو خوش نمیاد. خدا رو خوش میاد اونو ازمون بگیرن؟ تو بی جهت هرس و جوش میخوری. اون الان میذاره میره و دیگه این طرفا پیداش نمیشه. خدا کنه اینطور باشه. فیلم ظفر داستان زنی به نام فاتی با بازی فروزان رو روایت میکنه که از زادگاهش به تهران میره. کت خدا و مادرش به اون نشانی خان سردار رو میدن. شمس الله ظفر با بازی رضا بیک ایمانوردی راننده خان سردار فاتی رو به خونه سردار میرسونه، اما اونها به محض ورودشون با مشکلاتی مواجه میشن. بخشی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بگیر بگیر خونه ای رو که به لجن کشیدی جارو بزن، حق ماز شالتان. خدایا من که نمیتونم باور کنم. بله حق داری باور نکنی، سادگی و حماقت توست که با آدم های بی سر و پایی مثل این اجازه میدی که برای رسیدن به جاه و جلال دست به همچین حیله هایی بزنم. و همین علت باید دست اینجور اشخاص رو گرفت و مثل سگ انداختشون بیرون. نه خان سردار، با فاتی حقش نیست یه همچی رفتاری بشه. دهن تو ببر نمک بهرون، تو هم تو این ماجرا دست داشتی. 20 سال نون نمک منو خوردی، آخر سر با هم دستی این دختره یشمن نوشه به من خیانت کردی. بس کن دیگه، حالا که همچی شد بذار همه بدونن خیانت من نمک به حروم و این دختره یشمن نوشه چیه. خیانت ماها اینه که این پسره بینوا رو از تو لجن و کثافاتی که تا خرخره توش رفته بود بیرون کشیدی. هر شب کله سر وقتی آخرین پاپاسی فروشو باخته بود مس و ملنگ برمیگشت خونه و یکی نبود بهش بگه اولی خرید به چند. زیادی حرف نزن، حوصله همه رو سر بردی. حوصله کیا رو؟ اینا رو؟ اینایی که لارمونی گرفتن؟ مگه این همون دختری نیست که تا چند دقیقه پیش آب از لک و لوچه همه تون را انداخته بود؟ پس معلوم میشه بهبهاتون واسه این یتی که پشم رنگ کرده است. پس همه ی دعوا سر پک و پوزه. چیزی که به حساب نمیاد دامن پاک و صفای باطن این دختره. حالا که این معامله نه تو چیزی باختی خانه سردار، نه من نه پسرت. این معامله فقط یه بازنده داشت، فقط یه قربونی داشت، اینی که سفرش قلب پاک و رفتار انسونیشه. را بیفت دختر، حالا که فهمیدی تو این دنیای وانفسا نیت پاک و صفای باطن خریداری نداره، میتونی با خیال راحت دل مردت رو کفن کنی و همه چیزت رو توی خوره به گور بسپاری. اما اگه میخوای گریه کنی به بخت سیاه خودت گریه کن. توی فیلم دزد سوم ابی با بازی سعید راد راننده مینیبوس و قصد داره با جمع کردن پول با زینت که منیژه بازیش میکنه ازدواج کنه. داستان فیلم راجع به دو رقیب عشقیه که هر کدوم برای به دست آوردن زینت دست به کارهای خطرناکی میزنن. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. تو نمیتونی، تو فقط بلدی حسادت کنی و نقشه بکشی. ببین فرهاد، آخه من یه زنم، یه زن با تمام احساسش، با تمام خواسته هاش. تو به من کی میتونی بدی؟ بگو بگو چی؟ خوش آمدید، خدای تام کریمه. Oh,
فیلم دلهای بی آرام با بازی ایرج قادری و فریدون فرخزاد محصول سال 1350. داستان راجع به دوتا برادره که یکی سرپرست معدنه و اون یکی مهندس معدن. این دو برادر بدون اینکه بدونن به یک دختر علاقه مند میشن. سرپرست معدن بعد از بازگشت از سفر و مطلع شدن از علاقه برادرش به این دختر خودش رو کنار میکشه، اما دختر مهندس رو دوست نداره. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. به خدا به جون مادر ازت دلخور میشم. دلم میخواست میتونستم یه جوری به محبتت تو پاسخ میدادم. ببینم خیلی دلت میخواد. آره من ازت یه چیز میخوام. چی؟ ببین من میخوام یه کشیده بزنی تو گوش من. بزن، من مستحقشم که منو بزنی. برای اینکه چند وقت راجع به تو فکر و خیالای ناجوری تو این کله پوکم راه دادم. یه فکر و خیالای ناجور. من خیال میکردم تو به زیبا نظر داری. اینجور خیال میکردم میبینی داداشت چه آدم کچ خیال و احمقیه. بزن منو. بزنم؟ منو بزن. منو ببخش. تو که همه چیز به من دادی نباید از من بخشش بخوای. برجت من پس فردا از تهران میرم. دزد سیاه پوش، فیلمی با بازی بهروز وثوقی، پوری بنایی و تقی ظهوری، داستان دو برادره که تو کودکی طی حادثه ای از همدیگه دور میفتن و بعد از مدتی وقتی همدیگر رو پیدا میکنن که یکی معروف به دزد سیاه پوش شده و اون یکی نماینده قانون. از این پس حوادث زیادی اتفاق میفته که طی اونا دزد سیاه پوش نشون میده نمیتونه به زندگی طبیعی و درست برگرده و اینطوریه که دو برادر مقابل همدیگه میایستن. قسمت هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. خاطر همه ظلمایی که اجتماع بهش کرده میخواد انتقام بگیره، ولی من امروز حس میکنم جونش در خطر. ممکنه پسرم رو از دست بدم. من قدرت ندارم جلوی نابودی اونو بگیرم. شاید شما نفهمید الان به من چی میگذره، ولی اگر از مادرتون سوال کنید اون میتونه دردای منو بفهمه، چون فقط مادرها هستن که دردای هم دیگر رو میفهمن. من به نام یک مادر پیش شما آمدم، به نام یک مادر رنج کشیده، یک مادری که تنها فرزندش رو داره از دست میده. شما به خاطر مادر خودتون به من کمک کنید. خیال کنید این زنی که به پای شما افتاده مادر خودتونه. خواهش میکنم برن شید خانم. هرچند من لیاقت مادری شما رو ندارم، اما فرض کنید یه مادری به پای فرزند خودش افتاده و ازش کمک میخواد. خیلی خوب مادر، من از پسر شما کینه داشتم، ولی نمیدونم تو صدای شما چی بود که تمام کینه و نفرت من از بین برد. نه